قطر یه کشور خیلی کوچیک چطور میزبان جام جهانی 2022 شد؟ توی ویدیو در موردش صحبت کنم. درود همه شما فوتبالی ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی یک فضای جدید میخواستم توی این ویدیو در مورد ورزشگاه ها بیام، ورزشگاه ها رو معرفی کنم، ولی گفتم قبلش بیام در مورد این اصلا صحبت کنیم که یک کشور کوچیک مثل قطر چطور شد میزبان بزرگترین فستیوال ورزشی دنیا یعنی جام جهانی. یه سری اطلاعات خیلی جالبی رو به دست آوردم. ویدیو خیلی جذابیه، تا تهش با من باشید. قطر چطور میزبان جام جهانی شد؟ بعد از بازی آسیا 1974 فکر کنم، آره، بعد از بازی آسیا 1974 که در تهران برگزار شد، دو سال بعدش قطری‌ها هم تصمیم گرفتن که یک ورزشگاهی رو بسازن در حد خودشون. سال 1976 ورزشگاه الخلیفه رو ساختن و توی رویاهاشون میپرداختن که یک روزی ما هم بتونیم یه همچین مسابقاتی رو برگزار کنیم. به هر حال اون زمان قدرت‌های زیادی توی منطقه بودن که اصلا اینا واقعا نمیتونستن حتی مطرحش کنن، یه جورایی خجالت میکشن در حضور بقیه کشور رو بخوان یه همچین چیزی بگم. ولی سال 1976 ورزشگاه الخلیفه رو ساختن. همون سال هم بازی‌های فوتبال جام خلیج فارس که حالا خودشون یه چیزی میگن و اونجا برگزار کردن. 30 سال از اون تاریخ طول کشید که تونستن اولین میزبانی بین المللی در وسعت آسیا رو به دست بیارن. اونم المپیک آسیایی بود که سال 2006 در واقع میزبانی رو به دست بردن. از سال 2000 درخواست دادن و سال 2006 بالاخره تونستن که میزبان رقابت ها باشن. 2 سال قبلش هم باز یه دور دیگه اون جام خلیج فارس رو برگزار کردن توی کشورشون. اون المپیک آسیایی تجربه خیلی خوبی برای قطر بود و به شکل خیلی خوبی هم برگزارش کردن. Ladies and gentlemen, the 15th Asian Games torch. أيها السيدات والسادة، شعلة الدورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشر. Carrying the torch, World Cup winning bowler Salem Dushanbhai. يحمل الشعلة البطل الحاصل على كأس العالم في البولينج سالم بوشرباك. Recipient of the International Olympic Committee Trophy of Fair Play, footballer Mubarak Mustafa. ولاعب كرة القدم الحائز على جائزة هداف وأفضل لاعب في كأس خليج 11 في 1992. وأفضل لاعب عربي في 93 و98 والحائز على جائزة اللجنة الأولمبية الدولية في 2005 اللاعب مبارك مصطفى. بعد از این کسب تجربه خیلی خوب، قطر دیگه الان شهامت اینو داشت که بتونه میزبانی های بازی های بزرگتری رو درخواست بده. سال 2009 بود، قبل از جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی، که فیفا تصمیم گرفت اعلام کنه میزبان جام جهانی 2018 و 2022 رو. خب 2018 که گفت یک تیم از یوفا، یک کشور از یوفا میزبان خواهد بود، که قطر میزبانی نداشت اونجا، یعنی درخواستی هم نداشت برای 2018. سال 2018 یعنی چند دقیقه بعد از اینکه روسیه رو از پاکت آیسه بلاتر رئیس فیفا اون زمان اوورد بیرون، چند دقیقه بعدش با یک سری از توضیحات اسم قطر رو از توی پاکت کشید بیرون. قطری که از همون لحظه ای که اعلام شد میزبان رقابت ها هست شوک شدن همه افراد توی سالن، ولی به هر حال قطر شده بود میزبان جام جهانی 2022. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Please welcome on stage the delegation of Qatar to join the FIFA president and the FIFA secretary general.
please. از همون روز اول به میزبانی قطر کشورهای مختلف به خصوص اروپا به خصوص انگلیس در واقع ایراد گرفتن که یه همچین کشور کوچیکی که اصلا توی فصل جام جهانی که فصل تابستون هنوز قرار نبود که بیاد توی پاییز نمیشه اصلا رفت توی این کشور، یه کشور خیلی کوچیکیه، نه جمعیت خیلی زیادی داره نه وسعت خیلی زیادی داره، ولی به هر حال فیفا پشت کشور قطر مون. چند سال بعدش هم که اعلام کردن که کلا قرار جام جهانی سویچ بشه و بیاد توی پاییز برگزار بشه توی قطر. با این حال قطر شد میزبان جام جهانی و از همون سال به شدت برنامه ریزی کردن برای جام جهانی سال 2011، یعنی یک سال بعد از جام جهانی 2010 میزبان جام ملت‌های آسیا بودن. دیگه از اون به بعد حضور گسترده قطری‌ها رو توی فوتبال دنیا می‌دیدیم، توی شرکت‌هایی که داشتن اسپانسر تیم‌های بزرگ می‌شدن، باشگاه‌های بزرگی یک چمین پی اس جی خریداری کردن و به شدت سرمایه‌گذاری کردن. افرادی که توی دنیای فوتبال خیلی مشهور بودن می‌اومدن توی کشورشون، از جمله همین ژاوی که بارها و بارها با تیم‌های قطری اومد ایران بازی هم کرد. به هر حال خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی فوتبال خودشون، هم سرمایه‌گذاری کردن جوری که جوابم گرفتن. سال 2019 بازی جام ملت‌های آسیا قهرمان هم شدن. ولی خب میگم خیلی حاشیه زیاد داشت کلا میزبانی قطر، از فوت کارگرایی بودن، از فوت کارگرها توی روند آماده سازی قطر گرفته تا مباحث خیلی زیادتر، تا همین تغییر جام جهانی از توی پاییز از توی تابستون بیاد توی پاییز. خیلی از تیم‌های باشگاهی مربی ها اصلا اعتراض دارن که آقا وسط لیگ قهرمانان، وسط لیگ کشورها مثلا دارین این کارو میکنین، ولی خب فیفا پشت تصمیمش بود و قطر هم قراره که تا چند روز دیگه جام جهانی برگزار کنه. ولی حاشیه از همون اول بود تا همین امروز، یعنی کرونا اومد، نمیدونم جنگ روسیه و اوکراین شد، ولی به نظر من کرونا خیلی خورده کمک کرد به همین که سویت شد جام جهانی از تابستون به پاییز، چون که خود به خود یک سری از بازی کلا لغو شدن و بعدش برگزار شدن که اگر قرار بود توی تابستون باشه شاید نمی‌رسیدن تیم‌ها و مجبور بودن بازم جام جهانی با تأخیر برگزار بشه. و گفتم دیگه سرمایه‌گذاری خیلی شدیدی رو کردن قطری‌ها توی جام جهانی. خیلی گفتن که آقا قطر دیگه جام جهانی خونه آخرشه، دیگه بعد از این هم دیگه قرار نیست کار خاصی بکنه، ولی می‌بینیم که جام ملت‌های آسیا بعدی 6 ماه بعد توی خرداد هم باز قطر شد، یعنی قرار بود یکی از میزبانایی که خیلی اسم می‌بردن ازش چین باشه، ولی باز هم قطر این اتفاق براش رقم خورد. با جام در واقع نه لیگ باشگاه‌های آسیا هم به خاطر کرونا اون بازی که باید متمرکز برگزار می‌شد قطر خیلی راحت میگفت آقا بیا تو کشور خودم بازی کن و خیلی راحت شده دیگه براش میزبانی و خیلی تجربه زیادی رو داره توی میزبانی بازی‌ها. ورزشگاه خیلی خوبی هم ساخته که توی برای ورزشگاهش بعداً صحبت می‌کنیم. توی این بخش از ویدیو می‌خوام در مورد این صحبت کنم که آقا قطر اقتصادش چیه؟ اقتصاد قطر بر پایه چیه؟ اینجاش خیلی جذاب. GDP یا تولید ناخالص داخلی یک بخشی از اقتصاد هست که میتونیم با نگاه کردن به آمارش پی ببریم به اقتصاد یک کشور. قطر با یک کشور با اون جمعیت کمش که الان فکر کنم 1,800,000 تا الان نمیدونم دقیق چقدر هست، رقم GDPش خیلی خوبه و جزء کشورهای پولدار و ثروتمند حساب میشه. ولی بحثی که پیش میاد درآمد قطر واقعا از چیه؟ از کجا داره درآمد میاد؟ خب نقشه رو که نگاه میکنه یک کشور مطلقاً کویریه که نه صنعت کشاورزی داره، نه معدن داره، نه فولاد داره، نه مس داره، نه آهن داره، نه کرومیت داره، نه نمیدونم طلا داره، هیچی نداره عملاً. یا جمعیت کمی هم داره، در واقع همون جمعیت کمش باعث شده که استعداد هم نداشته باشه. یعنی شما همین تیم ملیشون که نگاه میکنی، تیم ملی فوتبالشون رو فقط همین نگاه میکنی، مثلا موعظه‌علی که بهترین بازیکن فوتبالشون هست اصالتاً قطری نیست، سودانیه، یا مثلا پدرو میگل. اصلا شما کدوم عربو دیدین اسم بچه‌شو بذارین پدرو؟ اصلا عربا پ ندارن. با
برای اولین بار تو این ویدیو میخوام از رشته تحصیلیم استفاده کنم. من زمین شناسی خوندم، میدونم که ما یه تاقریس داریم در خلیج فارس که میدان گازی و نفتی بزرگی رو تشکیل داده و اون هم ما صداش میکنیم میدان پارس جنوبی، قطری هم میگن میدان شمالی اگر اشتباه نکنم، که زیرش نفت، بالاش بالا این تاقریس گاز، و تقریبا میشه راحت گفت که 60-70% اقتصاد قطر مطلقاً بر پایه همین میدان نفتی و گازیش هست. و بعد از اون دیگه شرکت هایی که داره و سهام هایی که داره در دنیا، شرکت های بزرگ، سهام های شرکت های بزرگ رو خریداری کرده، اقتصادش بر پایه اینه. و تنها کشوری هم هست که مثل اینکه مالیات نمیگیره، تنها کشور که نمیتونم بگم دقیق، ولی یکی از کشورهایی که مالیات نمیگیره، یعنی بعضیش واقعا اوکی از شهروندش مالیات نمیگیره، ولی طبق اون قانون بین المللی که هست در این موارد، اگر یک میدان گازی نفتی مشترک بود بین چند کشور یا دو کشور، هر دو کشور یا چند کشور میتونن ازش استفاده کنن و قطر داره به نحو احسن استفاده میکنه از میدان نفتیش و میزبان بازی‌های بزرگ، کارهای بزرگ در دنیا به شدت داره تبلیغات میکنه. و بعد از اون هم قراره که میلیاردها دلار پول بیاد توی کشورش برای همین جام جهانی، چه 1,000,000 تماشاچی که میگن میرن قطر، چه فروش بازی ها، پخش تلویزیونی. خیلی قراره که اسم قطر رو دنیا بیشتر از اینها بشنوه. ای کاش که ما هم از استعدادهامون استفاده میکردیم، استعدادهایی که میگم، یعنی قطر بعضی جا واقعا کم میورد. همین طرح مسکات یا همون نماد جام جهانی، مثلا یکی از ایران این طرح رو برای قطر زده یا توی ورزشگاه ساختن. اینا به هر حال از مهندس های مختلف توی کشور مختلف کمک گرفتن، نشون میده که استعداد به اون شکل توی این کشور نیست، فقط با پول، با زور پول و اینا. که همین نکته هم یکی از مواردی بود که بقیه کشورها اعتراض داشتن، که فیفا رو متهم کردن به دریافت رشوه از قطر که این کار انجام بده، که الان حالا رئیس سابق فیفا ایسه بلاتر گفته که کلن اشتباه بود این کار، نباید قطر میزان جام جهانی میشد. به هر حال قطر میزان جام جهانی شد. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید. جمله‌ای که بعد بارها مثل بقیه توی در طول ویدیو بگم ولی یادم میره بگم، ممنون میشم که لایک و سابسکرایب کنید. و همین ویدیو رو به صورت پادکست هم توی چنل تلگرام میذارم، آدرسش همین پایین میاد، توی دیسکریپشن هم لینکش رو میذارم، میتونید اونجا و توی چنل تلگرام هم عضو بشید. اطلاعات مفید رو اونجا میذارم که نمیشه اون اطلاعات رو توی چنل گذارش، مثل آهنگای جام جهانی و یه سری از محتوایی که کلا توی یوتیوب منع گذاشتنش. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. تا سلام دیگه بهتون. خدا حافظ.